عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز ارجمندم. آقای سپهر خسروی عزیز برنامه رو هدایت میکنن. با آقای سازگارا داریم دوران انقلاب رو هم وارسی میکنیم. آقای سازگارا خاطرات خودشون رو بیان میکنن، به نظر فوق العاده جالبه، مخصوصا برای کسانی که در آینده میخوان بدونن چه حوادثی در مملکت ما گذشت، چگونه یک نظام کهن و قدیمی و سنتی دچار فروپاشی شد، انقلاب اسلامی در ایران حادث شد و بعد این انقلاب تا به امروز 40 سال دوام آورده. آقای دکتر سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. همین خاطر باشه بار آخر داشتیم راجع به شخصیت خیلی منحصر به فرد میشه گفت آقای آقازاده با هم گفتگو میکردیم. از شما پرسیدم که او چه مناسباتی با روحانیت داشت که موفق شد چنین پستی رو احراز بکنه در انقلاب اسلامی؟ فرمودید که ظاهرا چندان منصوب روحانیت هم نبوده، نه؟ یعنی جز آقازاده ها نبود در خلاف اسم. بله، در واقع ایشون بر خلاف اسمش خیلی آقازاده هم نبودش و بیشتر رابطش با آقای مهندس موسوی باعث شد که وارد کابینه بشه و بعد هم در وزارت نفت چند سالی که بود بیشتر سعی میکرد که همه جناح ها رو داشته باشه. بعد از اونم دوره ایشون به سازمان انرژی اتمی رفت و در رأس سازمان انرژی اتمی قرار داشت. الان دیگه فکر کنم بازنشسته شده و کناری نشسته. و این جالبه که یه نفر در رأس سازمان انرژی اتمی قرار میگیره که در این رشته اصلا تحصیلات نکرده. خیلی جالبه. تجربه در این کار نداره. ولی میشه رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران. البته آقای میبودی جنب. در انقلاب ها دست کم در چند سال اولش این اتفاق خیلی میفته. ناپلئون هم 23 سالش بود جنرال شد. یا برای اینکه معمولا انقلابی، این اتفاقا از دلایل خیلی خوبیه که مخالفین انقلاب ها میارن برای اینکه چرا انقلاب ها کارکرد مثبتی ندارن. برای اینکه انقلابیون معمولا با انبانی از کینه و انتقام کشی و تسویه کردن سر کار میان و بسیاری کسان رو از مدیران قبلی کنار میگذارن، ای بسا همه رو کنار بگذارن و بعد ناچار میشن که مدیران تازه کار سر کار بگذارن و بعدم چون معمولا انقلاب ها رو جوانان میکنن که سرشار از احساس و انرژی هستن، خیلی از مدیران انقلاب ها آدم های جوان میشن، جوان و بی تجربه. این خودش یکی از نکات خسارت بار انقلاب هاست و شاید بحثایی که به قرن 18 و 19 برمیگرده بین اِوولوشنیستا و رِوولوشنیستا یکی از محورهاش همیشه این بوده باشه. و تقریبا هم میشه گفت که استثناء نداره این در انقلاب ها. شاید انقلاب امریکا رو بشه تنها مستثنا کرد، برای اینکه خب انقلاب امریکا بیشتر از اینکه بشه عنوان انقلاب بهش داد، یک باید اون رو یک جنگ ضد سلطه خارجی دونست. و عقلی که بنیانگذاران این کشور داشتن، من دانشگاه ییل که بودم اون یک سال خیلی چیزها خوب آدم یاد میگیره در این دانشگاه های بزرگ، از جمله این نکته بود که روز اولی که ابتدای قرن 18 میلادی 1706 اگر حالا اشتباه نکنم تاریخ رو، بحث های بین رویالیستا که طرفدار موندن زیر سایه انگلیس بودن و سلطنت طلب در واقع محسوب می شدن و پیتریوتا میهن پرستایی که طرفدار استقلال بودند و جمهوری خواه محسوب می شدن، در اون روزگاران در بین محافل فهمیده و روشنفکری امریکا ظاهرا خیلی داغ بوده. یکی از دلایلی که
رویالیستا و سلطنت خواهان و طرفدار انگلیس می آوردن این بود که گیرم ما حالا با انگلیس جنگم کردیم و استقلالم گرفتیم، غیر از حالا خسارتهای اقتصادی و غیره، آدم از کجا بیاریم این مملکت رو اداره کنیم؟ ما که آدم هامون هم ناچارن آخرش برن آکسفورد و کمبریج درس بخونن. پتریوت ها و میهن پرست ها طرفداران استقلال امریکا برای اینکه این نقیصه رو جبران کنن میان و دانشگاه ییل رو درست میکنن. موقوفه آقای ییل هنوز در موزه دانشگاه ییل نگهداری میشه، مقداری نمیدونم کیسه ای از طلا، نمیدونم کیسه ای از آرت چی با اینا، خلاصه این کالج ییل رو تبدیل میکنن به دانشگاه ییل و ساختمونای اولیه‌اش هم اتفاقا درست از روی مدل دانشگاه آکسفورد میسازن و دانشکده حقوق دانشگاه ییل رو که پایه‌گذاری میکنن تبدیل میشه به کارخونه آدمسازی. و جالبه که از روز نخست استقلال امریکا الا آقای جورج واشنگتن که خب حالا فرمانده قشون بود و نظامی بود و دو سه استثنا مثل همین آقای اوباما یا آقای جان کندی، تقریبا بقیه رئیس جمهورهای امریکا و این آقای ترامپ که اصلا یهو از یک مقوله دیگه ایست، دو سه تا مون وسط ها، ولی تقریبا بقیه رئیس جمهورهای امریکا همگی از دانشکده حقوق دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد. یعنی میخوام بگم این کارخونه کادرسازی و فکر این که وقتی یه رژیمی قدرت رو میگیره آدم داشته باشه برای اداره اون کشور، شاید آمریکا از استثناءات انقلاب ها باشه که واقعا قبلش فکراشو کرده بودن. مملکت ما اومد، شما به این اضافه کنید غیر از این که توش انقلاب اسلامی شد که حالا اصلا کسی فکر این چیزا رو نکرده بود، همه هم میخواستن هرچه زودتر عناصر رژیم قبلی رو پاکسازی کنن و کنار بذارن، تاریخ ما هم که سلسله های پادشاهی مختلف می اومدن و می زدن یه رئیس ایلی، یه فرمانده قشونی می اومد پایتخت رو می گرفت، شاه قبلی رو برکنار می کرد می اومد سر کار، پر از این اتفاقه که تمام آدم های قبلی رو از دم تیغ می گذروندن برکنار می کردن و بعد آدم جدید می آوردن. شاید به نوعی تنها استثنای تاریخ ایران حکومت صفویه باشه که 230 سال قبل از اینکه شاه اسماعیل صفوی قدرت رو به دست بگیره، فرقه صوفیه صفویه مثل یک حزب تمام عیار نه فقط سازماندهی کرد بلکه کادرسازی کرد و از فردا صبحی که قدرت رو شاه اسماعیل گرفت، اگرچه بچه 14 ساله بود، یعنی کاملا نشون میده که حزب پشت سرش بود و یک تشکیلات منظم، صفویه شاید تنها استثنایی باشن که هم میدونستن میخوان چی کار کنن، تئوری شیعه کردن ایران رو داشتن و هم آدم به قدر کافی تو دستگاهشون بود که بدونن در مشاغل چه کسایی رو بذارن و سازماندهی حکومتی رو هم کردن که تا زمان رضا شاه در کشور ما باقی ماند و پروفسور مینورسکی کتابی رو تصحیح کرده در که مؤلفش نامعلومه، ولی کاملا سازماندهی عهد صفویه رو نشون میده و ساختار اداری که شکل داده بودن خیلی هم مستحکم بود، میگم تا عصر نوین و سرکار اومدن رضا شاه که دیگه ساختارهای جدید مدرن غربی رو آورد و در ایران گذاشت، اون ساختار کار میکرد و دوام داشت. میخوام بگم انقلاب اسلامی دو تا میراث در واقع داشت، گفت نسب از دو سو داردن نام دار، یکی سنت تغییرات حکومت در مملکت ما از دیرباز که غنیمت و غارت و زدن و از بین بردن و اقتصاد غنیمتی غارتی و همه قبلی ها رو تصفیه کردن و دیرک ها رو چادرها رو کشیدن و خراب کردن و شمع ها رو خاموش کردن و دوباره از نو درست کردن، و دومش انقلاب و انقلابیگری و که خیلی هم از رو دست چپ ها نگاه کرده بود بهش اضافه شد. در نتیجه
کنار گذاشتن مدیران قبلی، به هم زدن نظم و انضباطهای ساختارهای قبلی و اینا شروع شد و فاجعه هم خلق کرد، یعنی اشکالات بزرگی رو ایجاد کرد. اگرچه بخشهایی رو انقلابیون جرأت نکردن خیلی دست بهش بزنن، مثلا ساختار خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و تخصیص بودجه و اینا رو تا همین دوره احمدی نژاد که دیگه تیر خلاص رو به سینه این بخشای مملکت هم زد، اون نظم اداری هنوز جنازه‌ش هم بنده خدا راه میرفت و انقلابیون اینجاها رو خیلی جرأت نکردن دست بزنن. چند سالی بعد از انقلاب آقای میبودی، این خاطره رو عرض کنم، آقای مهندس شافعی که یه دورم وزیر صنایع شد نقل میکرد از قول آقای اردبیلی، نقل میکرد میگفت یه بار با آقای اردبیلی صحبت میکردم، موقع رئیس قوه قضاییه بود آقای اردبیلی، آقای اردبیلی آدم خب شوخی هم بود، میگفت ایشون به طعنه میگفت من هر چی نگاه میکنم میبینم ما هر جایی تو این مملکت بوده گرفتیم خرابش کردیم. اگر جایی هنوز خراب نشده یا ما پیداش نکردیم این گوشه مملکت هست، یا هنوز راشو یاد نگرفتیم چجوری خرابش بکنیم. عزیزم آقای دکتر سازگار صحبت هست، انقلاب و انقلابیگری شد این روزا، وقتی شعارها رو گوش میکنیم و مقایسه میکنیم با شعارهایی که دوره انقلاب شنیدیم، خب درست اوج شعارهای زمان انقلاب مرگ بر شاه بود، امروزه شعارهای عجیبی مردم میدن، از بی ناموس گرفته، بی شرف گرفته، توپ تانک فرشته، مرگ بر دیکتاتور گرفته، مرگ بر آقای خامنه ای گرفته و و، یعنی انواع و اقسام شعارهایی که نشانه عصبیت داره، یعنی معلوم میشه در دوره اون انقلاب گذشته مردم عصبی نبودن، آمدن تو خیابون درخواستایی داشتن، درخواستا خلاصه خلاص در جمع محدود شد به شعاری که یا گروه های چپ یا خود روحانیت به این تظاهرات تزریق کردن، شعار مرگ بر. این تفاوت رو چگونه میبینید؟ مثلا دیروز من تظاهرات مردم خرمشهر رو میدیدم، مثلا بیرت کردم که چقدر این مردم عصبانی هست، و وقتی هم میشتمن از زبان رهبر جمهوری اسلامی که به دستگاه قضا و نهاد قضایی مملکت دستور میده که جلوی اینها بیستید، مفهوم میشینه که آقا همینه که هست، خفه همینه که هست، فساد هست، تباهی هست، دزدی هست، خرابکاری هست، گرسنگی هست، فقر هست، فحشا هست، بیکاری هست، و دلار 10,000 تومانی هم هست. همینه که هست، هیچ معنای دیگری من نتونستم ازش به اصطلاح دریافت بکنم. بفرمایید. دقیقا. ببینید، بذارید سوال شما در واقع دو بخشش بکنیم. یه بخش این که در مقایسه بین اعتراضات و ناآرامی های فعلی کشور و سالهای 56 و 57 و بروز انقلاب اسلامی، من هم با شما موافقم، ما نسلی هستیم که در اون دوره ضد شاه بود و رفتن شاه، شاه باید برود، در زبان عامه مردم در شعار خیابون شد مرگ بر شاه. درست. ولی مفهومش این بود که شاه باید بره، کما اینکه وقتی هم مثلا ازهاری و بختیار نخست وزیر شدن، شعار مردم این بود که ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، و اون تبدیل شد به شعار محوری که همه گروه های مخالف شاه هم از ملی و کمونیست و مسلمان و غیره برش توافق و اجماع کردن، تبدیل شد واقعا به شعار محوری انقلاب اسلامی. من بارها گفتم که شعار محوری انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یا نه شرقی نه غربی یا شعارهای دیگه نبود، اگرچه اینها هم گفته میشد. اونی که همه سرش اجماع پیدا کردن، متحد شدن، رفتن شاه بود که شاه باید برود، میگم حالا در زبون مردم کوچه و خیابون شد مرگ بر شاه. اما این مقدار کینه‌ای که الان وجود داره در جامعه، این مقدار تنفری که
از این حکومت وجود داره به عنوان یک شاهد تاریخی من و شما که از اون نسل هستیم میتونیم به نسل جوان گزارش بدیم. واقعا علیه شاه وجود نداشت، اگرچه موتوری که مردم رو به حرکت آورده بود ایدئولوژی انقلابی بود و انقلابیگری در ذات خودش کینه‌ورزی و انتقام کشی و تحریک احساسات و اینها وجود داره، ولی با همه این احوال خشم انقلابی و از این چیزا و خشونت و غیره، اما با همه این احوال به نظر من هم به هیچ وجه مخالفت با شاه به شکل کینه و ناراحتی و دلخوری و تنفر که امروزه مردم از حکومت جمهوری اسلامی و حکامش دارن نبود. فکر میکنم یکی از مهمترین دلایلش این است که حکومت شاه اگرچه طبق تعریف یک دیکتاتوری نظامی بود به هر صورت، اما دو تا فرق عمده با حکومت جمهوری اسلامی داشت. اولی این بود که شاه رو به دنیای مدرن بود، برای اینکه خودش و پدرش سر سفره هنوز تئوری انقلاب مشروطه نشسته بودند که ناسیونالیسم از درش در اومده بود از انقلاب مشروطه ایران، و بعدم تشکیل دادن یک حکومت مدرن و مدرن کردن ایران خواست مشروطه خواها، انقلابیون مشروطه و روشنفکرای مشروطه بود که خب رضا شاه در درجه اول، بعد محمد رضا شاه سعی کردن با اون تحقق بدن. نکته دوم این که اگرچه حکومت دیکتاتوری بود، به هر حال پاره آزادی ها نبود، پاره سانسور ها، اما به هیچ وجه توتالیتر نبود. یعنی به قول یکی از دوستان ما همون اوایل انقلاب به من میگفت، خیلی هم از انقلاب دلخور بود، ما دوست از دوره دبیرستان بودیم، به من میگفت ببین اون شاه بیچاره میگفت به من کاری نداشته باشین، به سیاست هم کاری نداشته باشین، برید هر کاری دوست دارید بکنید، اما شماها اومدین سر کار و میگید به ما که کاری نداشته باشید، به سیاست هم کاری نداشته باشید، ولی هر کاری هم میکنید ما به کارتون کار داریم، به خصوصی های زندگیتون هم کار داریم، به پوشیدن و خوابیدن و خوردنتون هم کار داریم. و به همین دلیل واقعا زندگی زیر سایه حکومت های توتالیتر بسیار دردناکه. شما شبیه این تنفر رو مثلا در نوشته های روشنفکرای جمهوری چک مثل واسلاو هاول میبینید، یا در لهستان مثلا کسانی که علیه چکمه یه حکومت توتالیتر کمونیستی، یا روشنفکرای خود روسیه که بسیار روشنفکرای سخت کوش و فداکاری هم در تاریخشون داشتن روسا، چون میبینید این مقدار ناراحتی تا بن دندون ناراحت بودن و تنفر از حکومتی که تا تو اتاق خواب مردم میخواد دخالت بکنه چقدر بالاست. و اون وقت حکومت ایران غیر از این که جمهوری اسلامی توتالیتره، آقای خامنه اگر روش بدی میخواد تن همه مردم هم مثل کره شمالی لباس متحد و شکل بکنه، به خوندن مردم، به کتاب، به فیلم، به سینما، به موسیقی، به مشروب، به غذا، به نمیدونم سکس، به همه چی کار داره و عقایدشون رو میخوان تحمیل کنن. غیر از این اقلا مارکسیزم یه فرزند دنیای مدرن بود، حالا ولو تصورش از مدرنیته وارونه بود، اما حضرات اون وقت پشت به دنیای مدرن هم هستن، یعنی نفی تمدن و فرهنگ بشری رو که در مدرنیته تجلی پیدا کردن میکنن. به این دلیل واقعا من فکر میکنم دلایل مختلفی هست، البته ناکارآمدی حکومت، دزدی، فساد و اختلافات طبقاتی و ده ها عامل دیگه میتونه مردم رو عصبانی و ناراحت و متنفر بکنه، ولی فکر میکنم از مهمترین دلایلش این است که حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است ایدئولوژیک، توتالیتر، تمامیتگرا، و دخالت در خصوصی های زندگی مردم که البته اون وقت بحران ناکارآمدی هم به شدت داره، فساد هم داره، و بنابراین کاملا در مقایسه با حکومت شاه حکومتی است بسیار
مورد تنفر مردم، به خصوص نسل جوان. اما بخش دوم سوال شما که حضرات در مقابل الان فشارهایی که امریکا داره میاره، به هر حال روشنه که امریکا داره فشار میاره، اسرائیل هم در منطقه دست کم در سوریه به شدت داره حمله میکنه و یک حرف ساده، یه هدف ساده اسرائیل گذاشته، کل نیروهای ایران بعد از سوریه برن بیرون و اخطارم کرده هر کجا باشن میزنه، آقایون هم صداشون در نمیاد. در مقابل فشار خارج و مشکلات داخلی که انصافا بیش از 80% معلول مسائل داخلی و سوء مدیریت و نه فشارهای خارجی که داد مردم رو در آورده، اعتراضات مردم رو در اقشار مختلف در آورده، تصمیمشون این شده که سرکوب بکنن. متاسفانه آقای روحانی هم به این سرکوب پیوسته و قرارشون بر این شده که یک دوره‌ای خلاصه سیاست مشت آهنین رو به مردم نشون بدن و با سرکوب کار رو پیش ببرن و کوتاه هم در مقابل امریکا نیاد. من فکر میکنم آقای میبودی، آقای خامنه‌ای که فکر میکنه اشتباهات دیکتاتورهای دیگر رو نمیکنه، اتفاقا درست داره کلاسیک اشتباهات تمام دیکتاتورها رو تکرار میکنه، برای اینکه تمام دیکتاتورها در این جور مراحل که قرار گرفتند بدون استثنا یه دوره‌ای رفتن سراغ سرکوب و سیاست مشت آهنین و وقتی که نتوانستند این سیاستشون رو به پیش ببرن، اون وقت دیگه از هم وا رفتن و نابود شده. یعنی ما الان یه دوره‌ای پیش رو خواهیم داشت که نهضت مقاومت مردم و ادامه اعتراضاتشون از دانشجو و کارگر و کارمند و کاسب و غیره در مقابل سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت، تکلیف حکومت رو روشن خواهد کرد که اگر مردم از پا ننشینند و باز هم حضور داشته باشند، اون وقت از هم دیگه واخوان. سوالم از آقای سازگارا اینه که آیا این همه نفرت، این همه دلچرچینی، این همه انزجار از یک حکومت و اجزایش، از یک نظامی که سقفش روی زمینه و بعد مشاهده مردم، مشاهدات چی مردم چی میبینن در برابر حکومتی میبینن که هیچ اراده‌ای برای بهبود اوضاع نداره، برعکس تصمیم گرفته که همونطور که آقای سازگارم گفتن با مشت آهنین در مقابل مردم بیسته، مردم رو سرکوب بکنه و هیچ تصمیمی هم برای حل بحران‌های بغرنج موجود نداره. آقای سازگار این خطرناک نیست؟ چون تمنای مردم به ایجاد انقلاب یا تحول یا دگرگونش تبدیل میشه به نوعی احساس جنگ طلبی، جنگ طلبی تو هم با انتقام جویی، نفرت، تلافی جویی و و بفرم. والا آقای میگودی، ببینید من به جرأت میتونم بگم مثل این روشنفکرهای امریکای اروپای شرقی، مثلا آدام میچنیک مغز مفکر جنبش لهستان یا هاول که اسمش رفت یا دیگران، و زندگی زیر سایه یک حکومت توتالیتر رو تجربه کردن و عوارض سوءش رو دیدن، واقعا تا بن دندون مخالف و ضد حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی هستن شخصا، و معتقدم هر یک ساعت این حکومت بیشتر بمانه خسارتش برای مملکت بیشتره. تمام هوش و حواس و تجربه و دانش و گذشته و ارتباطات و آنچم که در زندگی دارم رو گذاشتم برای اینکه حتی مقدور هر چه زودتر مردم ایران بتونند از این حکومت عبور کنند و به دموکراسی برسند. اما همین من که اینطوری نگاه میکنم، واقعا وقتی میبینم که جوونا به خصوص و بسیاری اخشار مردم میرن به سمت خشونت، میرن به سمت شعارهای انتقامگیری که تو اینم البته من حکومت رو مقصر میدونم، پشتم میلرزه، برای اینکه
نسل ما یک بار دیده این صحنه ها رو و میفهمم که هر چقدر که این سقوط حکومت به دست مردم در یک مقاومت مدنی بی خشونت به تأخیر بیفته و حکومت خشونت ورزی بیشتر بکنه، چگونه در واقع این کاشتن باد طوفان درو خواهد کرد و چگونه آتش انتقام کشی رو تندتر میکنه. و اون وقت میدونید از پشتش صحنه های اتفاق خواهد افتاد که اون وقت میره دوباره از توش به جان که دموکراسی در بیاد باز یه دیکتاتوری دیگه سر در میاد. به قول دکتر کاتوزیان این سیکل معیوب تاریخ تاریخ ایران تکرار خواهد شد، یعنی استبداد، هرج و مرج، دوباره استبداد. بنابراین کاملا با شما موافقم، یعنی حکومت مقصر اصلیست. اینطور چنگ و دندون نشون دادن، اینطور دهنکجی کردن آقای خامنه‌ای به مردم به خواستهاشون، اینطور از کیسه مردم خرج کردن، اینطور لج مردم رو در آوردن، سرکوب کردن، بیرحمی، اعدام، زندان، شکنجه و قساوتی که حکومت به خرج میده هر مرز اخلاقی رو میشکنه و عبور میکنه. اینها چیزی نیست که از حافظه یک ملت پاک شه. همینجوری داشته باشید آقای دکتر سازگار، متاسفانه و خطرناک. وقتمون تموم شد، ما ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر سازگارا. خواهش می‌کنم گفتگو رو پی بگیر. تشکر میکنم از شما. ممنون از محبت.